صار حتى خبرها. حضور دوباره معترضان به مشکلات معیشتی و فساد در خیابان‌های عراق، نیروهای امنیتی دست کم دو نفر را کشتند. گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا با فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، ترامپ از کردها خواست به سمت مناطق نفتی بروند. پرفروشترین خودروی تاریخ ایران نزدیک خط پایان، سایپا میگوید تولید پراید سال آینده متوقف می‌شود. و پناهگاهی در خوجند تاجیکستان برای زنان قربانی خشونت و تبعیض. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. موج جدیدی از اعتراض‌ها در عراق آغاز شده. در بغداد، پایتخت و چند شهر دیگر از جمله نجف، ناصریه و دیوانیه تظاهراتی به راه افتاده. امروز دست کم دو نفر کشته شدند و 200 نفر زخمی. اعتراض‌های هفته‌های اخیر در بغداد بیش از 150 کشته به جای گذاشته. نخست وزیر عراق گفته معترضان آزادند از حق خود برای تظاهرات استفاده کنند، اما خشونت تحمل نخواهد شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. تظاهرات ضد دولتی در عراق، فرار معترضان در بغداد از گاز اشک‌آور. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که به سمت ساختمان‌های دولتی در حرکت بودند به گاز اشک‌آور متوسل شدند. معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مردم خشمگین حتی دفتر جنبش حکمت و اصحاب اهل حق را در استان مثنا در جنوب کشور به آتش کشیدند. روز جمعه در بغداد نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، در مراسم نماز جمعه به نقل از او از معترضان و نیروهای امنیتی خواست خودداری پیشه کنند تا تظاهرات به هرج و مرج کشیده نشود. سازمان ملل هم از نیروهای امنیتی عراق خواسته در برخورد با معترضان خشونت به خرج ندهند. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم آرام باشند، به خصوص از نیروهای امنیتی می‌خواهیم که طبق استانداردهای بین‌المللی به اعتراض‌ها پاسخ بدهند تا تجربه کشته شدن عده زیادی از مردم در اوایل ماه گذشته تکرار نشود. ما همچنین نگران مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در عراق هستیم. مردم اما میگویند به دنبال زندگی بهتر هستند. ما امروز به اینجا آمدیم تا به تحقیر پایان بدیم. بسه. میخواییم مثل بقیه دنیا زندگی کنیم. صدام 35 سال ما رو سرکوب کرد. 16 سال هم این حاکمان رو تحمل کردیم. یعنی 51 سال سرکوب شدیم. ما به دنبال راه حلیم. میخواییم زنده بمونیم. نخست وزیر عراق دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی از اصلاحات خود دفاع کرد و به معترضان هشدار داد. اگر امروز دولت استعفا کند بدون اینکه جایگزینی قانونی داشته باشد، به معنای این است که کشور به هرج و مرج و آشوب کشیده می شود. بعد از دهه ها بی‌ثباتی، وضعیت امنیتی در عراق کمی بهتر شده. گروه های جهادی عقب نشستند، خشونت ها کم شده و ایست های بازرسی برداشته شده. اما اعتراض های اخیر نشان می دهد وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. من الان در حدی فروش دارم که بتونم سیر شم. پول بیشتری دستم نمیاد. قبلا سود زیادی داشتم. اجاره میدادم، حقوق کارمندام رو میدادم و هنوز یه پولی هم برای خرج کردن برام میمونه. وضعیت امنیت خوب بود، وضع بازار هم خوب بود و مشتری‌ها خوب خرید می‌کردن. اما در یک ماه گذشته و همزمان با اعتراض‌ها متوجه شدیم وضعیت امنیتی که تغییر کرد، تقاضا برای خرید هم کم شد. معترضان خواستار استعفای دولت و انحلال همه احزاب سیاسی هستند. نخست وزیر عراق وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی داده، اما به نظر می‌رسد خیلی از معترضان تحت تاثیر وعده‌های او قرار نگرفتند. فرین عاصمی، بی بی سی. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای صدرزاده، به نظر نمیاد که این اعتراض ها داره کمتر میشه، همچنان داره شدت میگیره و به خشونت ها هم داره اضافه میشه؟ بله، این امروز روز بسیار مهمیه برای دولت عراق، روز آزمون. خیلی ها میگن اگر دولت عراق نتونه
این تظاهرات رو جوری سازماندهی بکنه و اگر فجایعی که اوایل اکتبر تکرار بشه یعنی 150 تا تظاهرات تظاهرکننده کشته شدن، بعضی میگن 170 تا، نزدیک به 1000 نفر زخمی شدن و این مسئله باعث عصبانیت بسیار زیادی شد و امروز روز آخری بود که تظاهرکنندگان مهلت داده بودن به دولت که نتایج تحقیقاتش روشن بکنه که چه کسانی این تظاهرکنندگان رو کشتن. چون به هر حال همونطور که میدونید یک شایعاتی در بین بود که گروه های شبه نظامی هشت و شعبی و تیراندازانی دست به چنین کاری زدن که در حقیقت اعضای دولت نبودن. البته هشت و شعبی رد کرده. دیشب هم آقای عبدالمهدی در سخنرانیش گفت که اسلحه فقط در انحصار دولته، ولی اینکه امروز هم گفته شد که این دوتا کشته در حقیقت در اثر اسلحه نبوده بلکه به اصلاح نارنجک گاز ضد شورش به اینها خورده که کشته شدن. ولی به هر حال اگر دولت عبدالمهدی امروز نتونه این تظاهرات جوری به پایان برسه که تعداد کشته ها طوری نباشه که ناراحتی مردم رو برانگیزه، اون وقت ما شاهد خیلی خیلی حوادث دیگری در عراق خواهیم بود. آقای سیستانی هم امروز با آقای کربلایی نماینده آقای سیستانی در نجف خطابیه آقای سیستانی رو خوند، درست به این مسئله اشاره کرد. اولا این مسئله طائفی و مذهبی و تقسیم قدرت بر اساس وابستگی رو خاتمه بدید، بعد به خصوص روشن کنید که چه کسانی پشت تیراندازی اوایل اکتبر به تظاهرکنندگان. الان گزینه های پیش روی دولت برای فرونشاندن این نارامی ها چیه؟ خیلی گزینه هایی نداره، چون به هر حال اون 17 ماده ای رو که قبلا بعد از اون تظاهرات اول اکتبر ارائه داد و گفت اینها را انجام میدم، ظاهرا مردم رو راضی نکرد. یک بسته ای بود از یک پیشنهادات و به اصطلاح قول های اینها رو مردم رو راضی نکرده. بعدم قول داده بود که ما تحقیق میکنیم که چه کسانی دست به خشونت زدن در این تظاهرات، اون هم به سامانی نرسیده. کمیته تشکیل دادن، این کمیته قرار شد که بره و تحقیق کنه، اسم آدم ها رو بیاره، به جایی نرسیده و یک مقدارم کار آقای عبدالمهدی مشکل تر شده، چون الان هم آقای حکیم و هم آقای مقتدی صدر هم جوری به یک نحوی به طور رسمی و ظاهری به نفع متظاهرین آمدن در خیابان. و جالب این هست که مناطق سنی نشین عراق سکوت میکنن. علتش هم این هست که سنی نشینان یا به اصطلاح اون سایت ها و روزنامه هایی که وابسته به این هاست میگن اگر ما بیان تو خیابون و به همین چیزهایی رو اعتراض کنیم که شیعیان اعتراض میکنن، به ما بچسب این میذارن که طرفدار داعش این، بنابراین ماندن در خونه. به همین علت تمام تظاهرات محدود شده به ناصریه و دیوانیه و بغداد و محله های جیهنش. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. رئیس جمهوری آمریکا از تماس تلفنی با فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داده و گفته شاید زمان آن رسیده باشد که کردها به سمت مناطق نفتی سوریه حرکت کنند. در پی تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، ترکیه عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه کردهای آن منطقه آغاز کرد. سخنان آقای ترامپ درباره حرکت کردها به سمت مناطق نفتی سوریه پس از آن مطرح شد که وزارت دفاع آمریکا از نگرانی از دسترسی نیروهای داعش به این مناطق و تلاش آمریکا برای جلوگیری از این اتفاق سخن گفت. ما مواضع خودمون رو اونجا تقویت می‌کنیم که از جمله شامل استقرار نیروهای مکانیزه خواهد بود. وارد جزئیات نمیشم، اما مأموریت ما در سوریه همون است که از اول بود، یعنی شکست دادن ائتلاف داعش. این هدف اصلی است که هیچ تغییری هم نکرده. اقدامات مشخصی هم که ما در میادین نفتی می‌کنیم برای اینه که جلوی دسترسی داعش به این منابع رو بگیریم. اگر داعش به این منابع دسترسی پیدا کنه و با استفاده از اون بتونه سلاح بخره یا جنگجو استخدام کنه، شکست دادنش دشوارتر میشه. بنابراین همه اقدامات ما در راستای شکست دادن داعش. ساعت پیش گفتگوی داشتم با حسین آقای، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و از او در مورد این تناقض رفتار آقای ترامپ در رابطه با کردها پرسیدم. درست هستش. اگر شما خاطرتون باشه چند روز پیش آقای مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا
گفتن که حالا درسته که حدود 1000 نیروی نظامی آمریکایی از سوریه خارج شدن، ولی این احتمال وجود داره که حدود 200 تا 300 سرباز آمریکایی بیان از این کشورهای نفتی که عمدتاً در شرق سوریه هستش، در منطقه دیر الزور، اینا محافظت بکنن. من گمان میکنم که هدف اصلی دولت آمریکا با اینکه پشت کردها رو خالی کرده در سوریه عملاً، سه مورد هستش. یکی اینکه بخواد حالا به لحاظ روانی آقای ترامپ سر بکنه اون فشاری که بهش هستش که میگن که پشت کردها رو خالی کرده، بیاد از این طریق یک مقدار فضا رو به نفع خودش شاید بتونه تغییر بده. دوم اینکه مهمترین مسئله این هستش که دولت آمریکا به گمان من داره تلاش میکنه که مبادا روسیه، دولت اسد و حتی ایران بتونن که در کوتاه مدت و میان مدت از فضایی که ایجاد شده استفاده بکنن، بیان روی این گنج در واقع نفتی، این منابع غنی نفتی بتونن بیان اونجا و اون رو تحت کنترل قرار بدن. و سومین دلیل هم بگم من این هستش که شاید در دراز مدت داره آمریکا فکر میکنه که از این کنترل بر چاهای نفتی با کمک کردها بتونه به عنوان یک اهرام فشاری استفاده کنه که کردها این رو داشته باشن، در مذاکرات آتی با دولت اسد بتونن به عنوان یک کارت بازی در مذاکرات استفاده بکنن. من گمان می‌کنم که این سه دلیل مهمترین دلایلی هستش که الان آمریکا این اظهارات رو کرده و قرار هست که شاید نیروهای نظامی در اونجا مستقر بشن. پس فکر می‌کنید واکنش کردها چه خواهد بود به صحبت‌های آقای ترامپ؟ این واکنش کردها به گمان من خیلی مهم هستش. خب کردها اگر واقع بینانه نگاه بکنیم نسبت به این رفتار آقای ترامپ به شدت آزرده هستن و قطعا یک تردیدی رو و یک شکی رو در نوع نگاه کردها نسبت به این حالا ائتلاف و اتحادی که حالا با آمریکا داشتن در زمینه مبارزه با داعش ایجاد کرده، به نوعی سوء استفاده از اونها شده. ولی من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، گمان میکنم که کردها فعلا تلاش نکنن که پل‌های پشت سرشون رو خراب بکنن و یک موضع بسیار سریع رو اتخاذ بکنن. شاید من گمان می‌کنم که به دنبال یک سری متحدهای جدید باشن، یعنی روسیه. حتی من این احتمال رو میدم که ایران یکی از این متحدهای باشه که کردها یک نیم نگاهی بهش داشته باشن. کما که شما اگر به اقلیم کردستان عراق هم نگاه بکنید، اینا روابط خوبی رو برقرار کردن با جمهوری اسلامی. و من گمان می‌کنم که اگر این وضعیت بخواد این به این شکل ادامه پیدا بکنه و کردها تصور کنن که ازشون قرار هست که سوء استفاده بشه، یک نیم نگاهی حتی به روسیه و ایران و حتی دولت اسد خواهند داشت که بیان یه جورایی بالانس بکنن آمریکا رو، که آمریکا هر چی می‌خواد در واقع نتونه انجام بده در رفتارش با کردها، بدون از اونها بخواد در این مقضیه در واقع حفاظت از چاهای نفت هم بتونه سوء استفاده بکنه. حسین آقایی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. سرمربی تیم ملی تیراندازی ایران با انتقاد از نبود فشنگ‌های استاندارد در تمرین‌های آمادگی تیم گفته برای حل این مشکل باید اقدامی اساسی صورت بگیرد. این کمبود در سال‌های اخیر بارها مطرح شده. فدراسیون تیراندازی برای آمادگی ملی پوشان قبل از مسابقات قهرمانی آسیا 10 تیرانداز را به مدت 6 روز به هانوفر آلمان اعزام کرده بود. آنها قرار است در روزهای آینده به مسابقات قهرمانی آسیا در قطر اعزام شوند. به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه، سپید قلیان به اعتصاب غذای خود پایان داد. گفته شده رئیس زندان قرچک ورامین به خانم قلیان وعده پیگیری مطالباتش را داده. او به فشارهای قضایی و امنیتی علیه خانواده‌اش معترض بوده. این فعال مدنی در ارتباط با پرونده کارگران معترض نیشکر هفت تپه در استان خوزستان بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم شد که 7 سال از آن قابل اجراست. پرفروشترین اتومبیل تاریخ خودروسازی ایران قرار است از سال آینده دیگر تولید نشود. مدیرعامل شرکت سایپا گفته برنامه ریزی برای توقف تولید پراید از پارسال شروع شده بود، ولی به دلیل نگرانی از آنچه او التهاب بازار خوانده اعلام نشد. پیشتر پلیس ایران گفته بود از سال آینده دیگر اجازه شماره گذاری پراید را نخواهد داد. بهرنگ تاجرین گزارش می‌دهد. از سال 1383 که تولید پیکان پس از تقریباً 4 دهه متوقف شد، پراید پرفروشترین خودروی ساخت ایران بوده، ولی دوران فرمانروایی این خودرو هم دارد به سر میرسد. جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا گفته از بهمن سال گذشته برنامه ریزی برای پایان تولید این محصول آغاز شد. با این حال برای جلوگیری از التهاب بازار این موضوع را در آن زمان رسانه‌ای نکردیم. تیبا، کویک و ساینا جایگزین محصولات خانواده پراید می شوند. تولید پراید 132 دی 98، پراید 111 اردیبهشت 99 و پراید 131 تیر 99 به پایان خواهند رسید.
پراید در بعضی از بازارهای صادراتی متقاضی دارد و به همین دلیل تولید محدود این خودرو برای صادرات ادامه خواهد داشت. اشاره آقای سلیمانی به بازار کشورهای نظیر سوریه و عراق است، جایی که پراید ظاهراً طرفدارانی هم دارد. خودرویی که در واقع همان فورد فستیوای دهه 80 میلادی است و با وجود تغییراتی که کیای کره جنوبی و سپس سایپا در طول این چند دهه در آن ایجاد کردند، همچنان از نظر ایمنی با استانداردهای قرن 21 فاصله زیادی دارد. پلیس ایران بارها اعلام کرده که از سال آینده دیگر اجازه شماره گذاری پراید 0 کیلومتر را نمی‌دهد. 34% از جانباختگان و مجروحان در تصادف، یعنی در 100 تصادف 34 نفر یا مجروح میشن یا فوت میکنن در خودروی پراید. خودروی پراید خب ایمنی کافی رو نداره. ما گزارشاتی رو مکتوب محضر در واقع وزیر محترم صنعت معدن تجارت ارسال کردیم، در جلسه حضوری هم صحبت کردیم، با مدیر عامل سایپا هم صحبت کردیم و گذشته از تعهدی که برای سال 98 دارن به خریدارها، در صورت همه اراده بر اینه که انشالله از سال 99 توقف تولید پراید باشه و ما دیگه شماره گذاری نکنیم. تحریم های آمریکا در سالهای اخیر خودروسازان بزرگ جهان را از ایران فراری داده و پروژه تندر شرکت رنو تقریبا آخرین سرمایه گذاری یک خودروساز نامدار غربی در ایران بود. چند سال است که تنها چینی ها هستند که حاضرند با خودروسازان ایرانی همکاری کنند. ولی توقف تولید پراید پایان داستان پراید در ایران نیست. سایپا میخواهد با خانواده تیبا جای پراید را پر کند. محصولاتی که زیر پوستشان پر است از همان قطعات و اجزای پراید. روح پراید ممکن است به این زودی ها از کالبد صنعت خودروی ایران بیرون نرود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در دور تازه تظاهرات اعتراضی علیه مشکلات معیشتی و فساد دولتی در عراق، دست کم 2 معترض کشته شدند و 200 نفر زخمی. رئیس جمهوری آمریکا از شبه نظامیان کرد در شمال سوریه خواست به سمت مناطق نفتی حرکت کنند. در ادامه این برنامه، ما با آنها کمک کردیم تا در پیشبرد اقتصادی خانواده هایشان سهم گذارند. پناهگاهی در تاجیکستان برای زنان قربانی خشونت و تبعیض. گزارش نهایی تحقیقات درباره هواپیمای بوئینگ مکس 737، یک شرکت هواپیمایی اندونزی که سال گذشته سقوط کرد، از ایراد در طراحی این نوع هواپیما حکایت دارد. بر اساس این گزارش، خطاهای خلبانان و خدمه زمینی هم در این سانحه مؤثر بودند. شرکت بوئینگ گفته در طراحی این مدل هواپیما اصلاحاتی کرده و توصیه‌های گزارش را هم بررسی خواهد کرد. سقوط بوئینگ مکس 737 شرکت لاین ایر اندونزی به مرگ 189 سرنشین آن انجامید. مدتی بعد سانحه دیگری برای همین مدل هواپیما باعث شد پرواز تمام این هواپیماها در سراسر جهان ممنوع شود. ساعتی پیش از فرزین ندیمی، کارشناس صنعت هوانوردی در واشنگتن، پرسیدم گزارش تحقیقات نهایی چه تأثیری بر این مدل هواپیما در آینده خواهد گذاشت. تأثیر از این نظر که بوئینگ در تلاش هست در ماهای اخیر که بتونه اصلاحات لازم رو انجام بده بر روی سیستم انکس هواپیما. یک سیستم و نرم افزاری هست که در نسل جدید هواپیماهای بوئینگ 737 مکس اضافه شده، برای اینکه هواپیما تفاوت‌هایی را که نسبت به نسل قبلی بوئینگ 737 داشته بتونه در حقیقت جبران بکنه. نسل جدید مکس موتورهای بزرگتری داره و به خاطر همین این موتورها رو میبایست در فاصله متفاوتی نسبت به بدن هواپیما نصب می‌کردن در طراحی هواپیما. در نتیجه این سیستم امکس رو اضافه کردن به هواپیما که در حقیقت اصلاحاتی رو در ویژگی‌های مانوری هواپیما ایجاد می‌کرده تا بتونه خلبانی که این هواپیما رو پرواز میده همون احساس پرواز با مدل‌های پیشین 737 داشته باشه. ولی
این خطایی که در نوشتن نرم افزار این سیستم به وجود اومده بوده و بوئینگ هم متوجه نشده بوده البته و به توصیه هایی هم که خلبان های آزمایشگر نسبت به احتمال ایراداتی در این نرم افزار داده شده بوده توجه نکرده باعث شد که این سوانح پیش بیاد و هواپیما نتونه این سیستم و این نرم افزار نتونه زاویه حمله هواپیما یعنی زاویه‌ای که هواپیما نسبت به جریان روبروی هوا داشته رو به درستی تشخیص بده و تغییرات ناگهانی در وضعیت دماغه هواپیما به وجود آورده در هر دو ثانیه هم مشابه بوده و خلبان نتونسته اون اصلاحاتی رو که سعی می‌کرده اعمال بکنه و تحمیل بکنه به هواپیما و این سقوط انجام گرفته در طی ماه‌های اخیر بوئینگ سعی کرده که به طور کامل این نرم افزار رو تغییر بده و همینطور شیوه آموزش خلبان‌های بوئینگ 737 مکس رو هم تغییر بده هواپیمای 737 مکس معذرت میخوام بدون این اصلاحاتی که اشاره میکنید از لحاظ حقوقی الان بوئینگ چه مسئولیتی داره؟ ببینید گزارش جدید لاین ایر تا حد زیادی نسبت در حقیقت مهر تایید میزنه به ایرادهایی که هواپیمای 737 مکس خواهد داشت این احتمالاً راه باز میکنه تا خانواده های قربانیان این سانحه و همینطور سانحه هواپیمای اتیوپی بتونن شکایت‌های نسبت به بوئینگ مطرح بکنن البته بوئینگ هم سعی کرده که به پیشواز این گزارش بیاد بعد در مورد اصلاحاتی که انجام داره میده و همینطور امیدواره که به زودی عملیاتی بکنین هواپیما رو توضیحاتی داده و داره میخواد سعی بکنه که قانع بکنه جامعه هوانوردی که ما داریم به طور کامل این مشکلات رو رفع می‌کنیم و نرم افزار جدید در حقیقت میتونه این هواپیما رو به صورت ایمن به خدمت برگردونه ولی فکر میکنم در باید انتظار شکایت ها و مسائل حقوق زیادی باشه از طرف خانواده هایی که قربانی این هواپیما شدن عزیزانش گفتگوی بود با فرزین ندیمی کارشناس صنعت هوانوردی در واشنگتن گسترش سریع آتش سوزی در شمال لس آنجلس باعث شده دولت از حدود 40,000 ساکن این منطقه بخواهد خانه هایشان را ترک کنند. آتش سوزی دیروز شروع شد و بر اثر وزش شدید باد و خشکی هوا کم کم شدت گرفت. یک شرکت برق محلی اعلام کرده نزدیک محل شروع آتش سوزی یک سانحه کوچک ایمنی رخ داده بود. گزارش‌ها از یمن حاکی از به توافق رسیدن جدایی طلب‌های جنوب با دولت این کشور بر اثر تقسیم قدرت است. هر دو طرف تایید کردند که بر اساس این توافق اختیار چند وزارتخانه به شورای انتقالی جنوب داده خواهد شد. در عوض جدایی طلب‌ها به دولت یمن اجازه بازگشت به شهر عدن را خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک منبع رسمی گفته این توافقنامه در چند روز آینده به امضا می‌رسد. مقام‌های دولتی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می‌گویند در نتیجه یک انفجار انتحاری در شهر جلال‌آباد دو غیرنظامی کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عطا‌الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به بی بی سی گفت مهاجم انتحاری یک کاروان اداره امنیت ملی این ولایت را مورد حمله قرار داده. تاکنون جزئیاتی از تلفات نیروهای امنیتی در دست نیست. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. در تاجیکستان استان سغد از نظر موارد طلاق، خودکشی زنان و خشونت خانوادگی در جایگاه اول قرار دارد. تنها در تابستان گذشته 22 زن ساکن این منطقه خودکشی کردند. به گفته جامعه شناسان در بیشتر موارد به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، مردها به روسیه، بحث‌های خانوادگی و آینده نامعلوم زنان به دست به خودکشی میزنند. خبرنگار ما سهراب ضیا در سفر اخیرش به شهر خوجند به جایی در شمال تاجیکستان رفته که خانه امید صدها زن قربانی خشونت و تبعیض در بیش از دو دهه اخیر شده. 4 سال پیش شوهرش شهنازه را طلاق داد. علت جدا شدن از شوهرش را دخالت خواهر شوهرش و زندگیشان میداند. حالا در خانه والدینش زندگی میکند. ماه معادل 11 دلار از دولت کمک پولی دریافت میکند و 20 دلار از شوهرش برای دو فرزندی 8 ساله و 4 ساله. یک مشت که من اینجا زندگی اومدم از طرفی و مرکزی زنو گلرخسار میخواستم که اینجا زندگی یاد گیرم و حیاتم ناز پیش برم.
شهنازه تنها زنه نیست که از مرکز زنان گلرخسار برای حل مشکلات زندگیشان کمک خواسته است. در بیش از دو دهه فعالیت خود این مرکز به صدها زن دستیاری دراز کرده است. اینجا تنها پناهگاه موقت در شمال تاجیکستان برای زنانی هست که با خشونت خانوادگی و افسردگی روبرو می شوند. آنها می توانند از دو تا چهار هفته در اینجا باقی بمانند و کمک های رایگانی، روانپزشکی و حقوقی بگیرند. متخصصان مرکز زنان گلرخسار تلاش می کنند قلب آنها را به زندگی گرمتر و امیدشان را به آینده بهتر قویتر سازند. شفاعت ایشان‌آوا 7 سال است در این پناهگاه موقت با عنوان روانشناس کار میکند. از وزنین بودن شرایط اقتصادی، بعضن از طرف شوهر خیانت، مایزدگی شوهر، لطوکوب‌های شوهر، زوراوری جسمانی، زوراوری روانی، زوراوری شهوانی و زوراوری اقتصادی زنها به ما مراجعه میکنند. شریفه 18 سال داشت که والدینش او را به شوهر دادند. بعد از ازدواج فهمید که شوهرش همسری دیگری هم داشته. پیوسته با خشونت از سوی شوهرش روبرو بود. 8 بار ضربه مغزی دید. 2 سال پیش از خانه شوهر فرار کرد و 15 روز با 3 کودک در این پناهگاه موقت زندگی کرد. اکنون منتظری حکم دادگاه است که از شوهرش رسما جدا شود. درس کامپیوتری، پزندگی، دوزندگی، نخره بافی، اینا را همش را من همین جا میخدم. در آینده زندگی خودم ساخته میتونم. پیشگیری خشونت خانوادگی و زیرآوری در آینده. مرکز زنان گلرخسار اخیراً با کمک مالی بانک توسعه آسیا برای زنان قربانی خشونت خانوادگی 4 ماه دوره های آموزشی برگزار کرد. هدف از این طرح بهبود بخشیدن به وضعیت مالی مراجعین خوانده شد. بیشتر زنانی که با خشونت خانوادگی روبرو می شوند از نظر اقتصادی پایبند شوهران خود هستند. با تشکیل دوره های آموزشی برای چنین زنان ما به آنها کمک کردیم تا در پیشبرد اقتصادی خانواده هایشان سهم گذارند. در پایان دوره های آموزشی به همه زنان شرکت کننده هدایای دادند که به درد کار و زندگیشان بخورد. شهنازه و شریفه هم واردی مرحله تازه در زندگیشان شدند. آنها امید دارند مرکز زنان گلرخسار گلی خزان زندگیشان را سبز خواهد کرد. سهراب زیا، BBC، خوجند. به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.